عیادت از یک هنرمند، عیادتی که بهانه یا بهتر بگم وسیله‌ای شد برای باز شدن سر صحبت و یک گفتگوی خودمونی که با هم تماشا میکنیم. سلام خانم چرخم. برای دیدار با هنرمندی که در این ماه‌ها زیاد درباره‌اش شنیده ایم، بیمارستان جای مناسبی نبود. ولی قسمت این شد که ملاقات تبدیل به عیادت از وی شود. شما کجا، اینجا کجا؟ واقعیت این که من خوبم. می گفت مشکل خاصی نیست و کمی ناراحتی قلبی او را روانه این محل کرده. الان هم به لطف خدا خوب است. زیور سریال آوای باران چند ماهی است نه شبیه نقش‌هایش در سینما و تلویزیون است و نه حتی خود قبلیش. امروز مردمی که منو می‌بینن دیگه به واسطه کار بازیگری منو نمی‌شناسن. می‌شناسن. من همیشه گفتم برای 2 دقیقه برای مردم یک آدم مشهور، یک آدم منفک شده نسبت به دیگران، حالا در عرصه ورزش، در عرصه سینما، موسیقی یا هر چیز سیاست، شاید 2 دقیقه یا 3 دقیقه جذاب باشه. مابقی اون بازتابیه که در فکر و قلب اون انسان میچرخه. شهید چمران نازنین میگه که یک شمع نمیتونه تمام دنیا رو روشن کنه، ولی میتونه تفاوت تاریکی و روشنه نشون بده. الهام چرخنده در این مدت از تهمت‌ها و عیب‌جویی‌ها و حتی تخریب‌های کسانی که با مواضعش موافق نیستند در امان نبوده، ولی نگاهش به این ماجرا جور دیگری است. من هیچ چیزی ندارم که امروز بگن ننگ زندگیمه. فقط میتونم بهش خیلی بخشایشو میتونم بهش افتخار نکنم که اونم باز میگم چون همیشه قلبم تقوا داشت، امروز ظاهرم رو شبیه قلبم کردم. تقوا رکن اولش حجابه. من از این غافل شدم یه مدت کوتاهی، اما خوشحالم که دوباره برگشتم سمت حجاب عزیز مادرم و خانوادم. الهام چرخنده رشته سینما را در خارج از کشور خوانده، سالها بازیگر بوده و اکنون هم تصمیم گرفته در عرصه کارگردانی مشغول شود. ولی بنابر دیدگاه و اعتقاداتش، من از خانواده سینما به یک خانواده بزرگتری رسیدم، اونم دل مردم ولایی، انقلابی، مذهبی و عاشق و دیندار. این فکر میکنم حجمش خیلی بیشتر از حجمه فقط سینماست. اما سینما حرفه من، سینمای دینی انقلابی حرفه من، عشق من و مطمئنن هدف منه. میگوید تنفس در هوای فرهنگ را باید جدی گرفت. ای کاش میشد که یکمی بچه ها رو بیشتر آگاه کنیم به تفکر غرب، به تفکر کثیف غرب که چطور میان و وارد دیگه جنگشون توپ و تفنگ و تانک نیست، یک جبهه مقاومت، یک جبهه جنگ نرمه که میتازن به باورهای بانوی ایرانی. از خانم چرخنده پرسیدم چه خبر از همکاران سینمایی؟ مثل قدیم که نامه می نوشتیم می گفتیم اگر از حال ما هم بخوایم با خبر باشیم. الهی الحمدلله شکر منم حالم خوبه و اصلا خودتونو به زحمت نندازید. بیشتر از اون برام سیل دعای خیر مردمه، مردم خالص. چرخنده هم اکنون در حال ساخت مستندی درباره شهداست و همزمان طرحی گذاشته که با سفر به نقاط دور و نزدیک ایران دختران داوطلب داشتن حجاب برتر را یاری میکنه. من امروز دعوتم در دانشگاه آزاد ارومیه، باز هم یه اتفاق زهرایی دیگه. این دختر نجیب مسلمان دلش میخواد که زهرایی بشه و تاج بنده. اینقدر خوشگل شده بود وقتی این چادرش رو سر خوشگلی ظاهری منظورم نیست، از اون روز با همشون ارتباط دارم. قرار نبود و نیست با این گزارش کوتاه نظر کسی عوض شود، که شاید هم بشود. آنچه مهم است دیدار از نمای نزدیک با اسمی بود که مدت هاست قرار بود به سراغش برویم، کسی که در حال حاضر تمام حرفش همین است. الهام چرخنده و الهام چرخنده ها همچنان در هر شرایطی
سرباز محکم جبهه جنگ نرم و جبهه مقاومت هستند. اینکه سهل ما جانمون رو در مسیر انقلاب، در مسیر دین و تبیین اسلام خواهیم داد.